یادی از هنرمندان ایران. و تنظیم از آقای روح الله خالقی. در سال 1282 در اصفهان متولد شد. پدرش شیخ اسماعیل معروف به تاج واعظین اهل وعظ و منبر بود و صدای جذاب و کلامی دلنشین داشت. جلال از کودکی خوش آواز بود. کلاس درس پدر و فرزند یا استاد و شاگرد همیشه در ضمیر تاج منعکس است. وی نزد استادانی مانند نایب اسدالله نیزن و میرزا حسین ساعتساز خواننده نامی و مهدی نوایی نوازنده نی و حبیب شاطرهاجی خواننده و میرزا حسین اندلیب و سید عبدالرحیم اصفهانی استاد معروف آواز به تحصیل موسیقی همت گماشت. سپس به حفظ کردن اشعار شعرای بزرگ دست زد و مرید سعدی شد، چنانکه همیشه اشعار او را می‌خواند. جلال تاج اصفهانی در 20 سالگی معروف شد. به کنار بیشه های زاینده رود می رفت و آواز سر می داد و مردم موسیقی دوست را به نزد خود می کشند. سپس به تهران آمد و صفحاتی از اونیز ضبط شد. مسافرتی هم به خوزستان کرد، سفری هم به گیلان رفت. اکنون یکی از صفحات قدیم او را که نغمه شاه خطایی را در دستگاه نوا خوانده است می شنوید. Thank you.
صدای تاج در کنسرت های متعدد به گوش اهل ذوق رسید، چنان که در تهران کنسرتی به منفعت روزنامه ناهید داد و تصنیفی از ملک و شعرای بهار در ماهور بخواند. در تبریز نیز چند کنسرت داد. در شیراز و اصفهان هم در کنسرت های متعدد شرکت کرد و همواره مورد تشویق جماعت بود. تاج از آغاز تأسیس رادیو با مؤسسه ما همکاری نزدیک داشت و مکرر صوت دلپذیر او به گوش مردم صاحب ذوق رسیده است، ولی مدتی است دوباره در اصفهان به سر می‌برد و گاه به گاه به تهران می‌آید و نواری از او ضبط می‌شود. وقتی رادیوی اصفهان تأسیس شد، سمت سرپرستی نوازندگان را یافت. صدای تاج بسیار رسا و با قدرت و پرمایه است. ردیف موسیقی ایرانی را خوب می داند و از استادان مسلم آواز به شمار می رود. در خواندن شعر سبکی مخصوص دارد. هم عالمانه می خواند و هم رندانه. و اهل فن دانند که نظیر او بسیار کمیاب است. از صفحه های آواز او همایون و چند تصنیف مانند مهر گل، رنگ های طبیعت و شکایت معشوق شهرت به سزا دارد. اینک نمونه دیگری از تصنیف های تاج را به نام شکایت معشوق که دوستان فراوان دارد می شنوید. Oh, my God.
سلمان.